انسانی پویا، برنامه از بهمن چهل امیرانی، هر سه‌شنبه ساعت 12 امروز در رادیو آوا. مجموع برنامه های پیشین انسانی پویا در سایت www.radioava.se. Leave your voice, leave your message while we're out waiting for Godot. The train calls at every station. Has anyone arrived? Has anyone called? Has anyone recalled? My mom gives me her time. I give her a song. I have a good ear for music. How are your ears doing? Doing fine? You're kidding. In your village, there's no occupation more shameful than imagination, more shameful than listening, singing, in the morning, in the evening. Say cheese, please. Camera, action. Please pay attention to my imagination. How are you doing in silence? Where there is nothing to sing, where there is nothing to sing with, where there is nothing to write, nothing to write with. Where are you? Why are you, you? I know who I am. I know where I am. I know how I am. بعد از پشت سر گذاشتن 50 برنامه یا به عبارتی 5 بحث 10 برنامه‌ای از آقای بهمن چهل امیرانی در برنامه انسانی پویا با یک هفته استراحت از امروز این ساعت و این هفته، توجه شما شنوندگان رو به بخش تازه‌ای از برنامه‌های انسانی پویا جلب می‌کنیم که همانا 10 برنامه جدید با موضوعی مشخص خواهد شد. در رابطه آقای بهمن چهل امیرانی خودشون توضیحات لازم رو در برنامه‌شون خواهند داد. آقای بهمن چهل امیرانی، درود به شما و خوش آمد به دور تازه برنامه‌های انسان پویا. با پیشکش مهرامیزترین درودها به شما آقای ایرانی و با درود و خوش آمد دوستداران رادیو آوا و برنامه انسانی پویا. من بهمن چهل امیرانی هستم، انسانشناس، کارشناس فرهنگی، کارشناس مردم سالاری و برنامه ساز برنامه انسانی پویا. شما که دل به گفته های من سپردید، هر کسی که هستید، از هر سرای ایران که هستید، با هر باوری که دارید و در هر کجای ایران یا جهان که زندگی میکنید، سخنان من رو پیگیری کنید، نگین سخن رو با مهر و خرد ایرانی خودتون بسنجید، اون چرا که نپسندیدید کنار بگذارید و اون چرا که پسندیدید در زندگی روزانه خودتون به کار بگیرید. این فرارگرد رو به دیگران هم پیشنهاد کنید تا من و شمای ایرانی دور از هم اما با هم پوست بیاندازیم و در یک زایش دوباره یک انسان پویاتر از گذشته رو به خودمون، به ایرانمون و به جهانمون پیشکش کنیم. امروز شنبه 14 آذر 1385 برابر با 5 دسامبر 2006 هست و شما این برنامه زنده رو هم روی موج 94.6 مگاهرتز سکون سوئد و هم روی تارنمای www.radioava.se گوش میکنید. تارنمای من هم www.bahman.se است. با این پیش گفتار میریم تا با هم در 51مین برنامه انسانی پویا هم پیاله بشیم. با ما باشید. مهربان خردمندان همیهن، اکنون که در ماه آذر از سال 1385 هستیم، آذر ماه سال گذشته رو به یاد میارم. چهارشنبه 2 آذر 1384 برابر با 23 نوامبر 2005 نخستین برنامه انسانی پویا
پخش شد و اکنون پس از گذشت یک سال 50 برنامه در نهانخانه گنجینه فرهنگی ایران آرام گرفته و این برنامه 51 برنامه است در آغاز سال دوم در این واپسین ماه پاییزی در این آذر ماه. در نخستین برنامه گفته شد که یکم، دوم و سوم آذر ماه برای ما ایرانیان برابر است با جشن آذرگان یا آذرجشن. چرا؟ برای اینکه آذر که همان آتش است، یکی از 7 گوهر پاک ورجاوند و مقدس است در جهانبینی ایرانیان. 6 گوهر دیگر از روی نوبت اینها هستند: آسمان، آب، زمین، رستنی ها، جانوران و انسان، و هفتمیش آتش. از این رو نیاکان ما از گذشتی دور آتش رو گرامی داشته، پاک و پاکیزه می دونند. آتش با خودش گرما، نور، پاکی و مانند اونها رو میاره و اگر آتش نبود چه بسا زیست انسان بر روی کره خاکی امکان نداشت. چرا جشن آذرگان در پایان پاییز برگزار می شود؟ برای اینکه سرما، تاریکی و ناپاکی رو به افزایشه و با آتش افروزی باید بر همه این پلیدی ها چیره شد. از این رو نیاکان ما از گذشته بسیار دور سومین ماه پاییز رو آذر ماه نامیدند و به هنگام فرارسیدن روز آذر که برابری میکنه با سوم آذر ماه، در ماه آذر اون رو جشن گرفته آذرگان یا آذرجشن نامیدند. همچنین روز آذر به ایزد آذر پیشکش شده و بنابراین بنپایه جشن آذرگان جشن بزرگداشت ایزد آذر یا ایزد آتش هم هست. در آذرجشن ایرانیان در خانه ها، بام ها، کوچه ها و خیابان ها آتش افروخته زمان رو با شادی، شادمانی، آفرینگانخانی و نیایش سپری می کنن و خوراکی ها و نوشیدنی های ویژه این جشن رو می خورند و می نوشند. پاکی و پاکیزگی برای نمونه ستردن موی، چیدن ناخن، تن و بدن را شستن و با تنپوش های پاک و زیبا آراستن از ویژگی های این جشن است. در این جشن آدریان ها را آذین بندی می کنند، هدیه ها پیشکش می شود، بر آتش چوب های خوشسوز و خوشبو مانند عود و صندل می دهند. سپس
به مناسبت فرارسیدن سرما از آتش فروزان هر کسی با آیین ویژه اخگری به خانه میبرند و آتش زمستانی را از آن اخگر تقدیس شده افروخته میکنند که تا پایان زمستان و سرما در خانه فروزان باشد، خاموش نشود و پیوسته با خود شگون و نیکی و خرسندی پیشکش کند. از ویژگی های مهم این جشن ایرانی آن است که در این روز رایزنی، مشاوره، پیرامون دشواری ها به گمان نزدیک به درست به پیامد نیکی میرسد، چرا که ایزد آذر، چرا که ایزد آتش با من و شماست و با چنین گزینش درستی که با راستی این جهان هم داستان است، جهان هم من و شما رو در رسیدن به خواسته های نیکمان یاری خواهد کرد. از آنجایی که پخش برنامه انسانی پویا کوششی است برای همداستان شدن با راستی این جهان، روز آغازین آن پخش یکمین برنامه انسانی پویا بدون آن که از پیش برنامه ریزی شده باشد برابر شد با دوم آذر ماه سال 1384، برابر شد با جشن آذرگان. شاید از این روز که ایزد آذر همچون آذرخش در دل تاریکی آسمان با این برنامه همراه شد. شمار زیادی از هم‌میهنان از چهار گوشه ایران و جهان دل به گفته های انسانی پویا بستند و با رایزنی، با مشاوره، با پرسش ها و پاسخ های این گفتارها هم داستان شدند. آغاز دومین سال پخش برنامه انسانی پویا را به مانند آغاز یکمین سال اون به فال نیک میگیریم تا بشود که این سیاهی به روشنایی، این سرما به گرما و این ناامیدی به امید برسد. بشود که دلهای یاران دبستانی شاد شود. بشود که کج سوهشی، کج اندیشی و ژاژگویی جای خود را به سوهشی، راست اندیشی و راستگویی دهد. بشود که پندار بد برود، پندار نیک آید. بشود که گفتار بد برود، گفتار نیک آید. بشود که کردار بد برود، کردار نیک آید. بشود که منش بد برود، منش نیک آید. بشود که بیمهری و بیخردی برود، مهربانی و خردمندی آید. بشود که اهریمن و دیوان بروند، میترا و فرشتگان آیند. بشود که کاوه آهنگر در آید، ضحاک زمان به زمین افتد و فریدون برخیزد. آرامش، آبادی و آب و آزادی را برای ایرانیان و جهانیان راه گشا باشد. چنین باد، چنین فرخنده باد. تنفسی میگیریم. در این میان با آوای دلنشین گوش هامون رو نوازش میدهیم. ای رویم و باز میگردیم.
yağışta, her bir süzgün bakışta, bir alem var, bir alem. Güneşin batmasında, yıldızın akmasında, bir alem var, bir alem. Köyden yağan yağışta, her bir süzgün bakışta, bir alem var, bir alem. Güneşin batmasında, yıldızın akmasında, bir alem var, bir alem. Esinler ucağında, sevginin ocağında, bir alem var, bir alem var. Dünyaya doğulmadan, yürekten okumakta, bir alem var, bir alem. Bir alem var bu dünyada, bir alem var, bir alem. Bir alem var bu dünyada, bir alem var, bir alem. Sevilmekte, çırpınan ürekte, bir alem var, bir alem. Ben tanrı bellesinde, sevgin dolu sesinde, bir alem var, bir alem. Severek sevilmekte, çırpınan ürekte, bir alem var, bir alem. Ben tanrı bendesinde, sevgin izin sesinde, bir alem var, bir alem. Esinler ucağında, sevginin ocağında, bir alem var, bir alem. Okumakta, bir alem var, bir alem. Bir alem var bu dünyada, bir alem var, bir alem. Bir alem var bu dünyada, bir alem var, bir alem. Bir alem var bu dünyada, bir alem var, bir alem var. Bir alem var bu dünyada, bir alem var, bir alem var. انسانی پویا، برنامه از بهمن چهل امیرانی، هر سه‌شنبه ساعت 12 نیم روز در رادیو آوا. مجموع برنامه های پیشین انسانی پویا در سایت www.radioava.se. با درودی دوباره، من بهمن چلمرانی هستم و شما به برنامه انسانی پویا گوش فرا می دهید. سخن رو پی می گیرم. یاران دبستانی من، شما که دل به گفته های من سپردید، اکنون با گذشت 50 برنامه از سری برنامه های انسانی پویا، بیگمان با ساختار و شیوه این برنامه ها آشنا شدید. اینکه در برنامه انسانی پویا 10 برنامه، 10 ساعت در 10 هفته، ویژه یک پرسش خواهد بود
ما در گذشته چنین کردیم و اکنون هم چنین میکنیم و این 10 ساعت این گونه پر میشن که در ساعتهای نخستین آرام آرام دریچه باز میشه به روی یک پرسش و من و شما دست هامون رو به هم میدیم، از این دریچه عبور میکنیم، در پی این پرسش گام برمیداریم تا ببینیم در آن سوی این پرسش چه پاسخهای مناسبی وجود دارن تا من و شما رو از گذشته خودمون هوشیارتر، دلسوزتر و پردانشتر کنند. این گونه است که من و شما هر بار که از دریچه عبور میکنیم انسان پویاتری هم میشیم. و در این 10 برنامه خود شما هستید که میتونید اون خیشتنکاری شهروندیتون رو انجام بدید و در پی پاسخ دادن به هر پرسش باشید و اون رو با برنامه ساز این برنامه در میون بگذارید. پاسخ ها الک میشند، کنار هم چیده میشند، گردآوری و رنگ روی زیبایی به خودشون میگیرند تا زمانی که بر روی خط رادیویی در این برنامه پخش میشند گفتار آنگونه باشه که شایسته یک انسان ایرانی و همچنین شایسته جامعه ایرانی باشه. ما چنین کردیم، چنین هم خواهیم کرد. شما که پیش از این 50 برنامه رو گوش دادید با این شیوه کار آشنا هستید و افزون بر همه اینها همیشه گفتیم و همیشه هم خواهیم گفت که اون چه که در این برنامه ها گفته میشه حقیقت مطلق نیست، تنها کوششی است برای پاسخ دادن به این پرسش ها و بیگمان دیگرانی هستند که بسیار هوشیارتر از من، دلسوزتر از من و پردانشتر از من که برنامه ساز این برنامه هستم که میتونند این مهم رو بهتر و زیباتر انجام بدند. این 10 برنامه هایی که تهیه میشه و پیشکش میشه به دوستداران این صدا هر کدوم تنها پیشگفتاری هستند برای راه گشایی که من و شما دور از هم اما با هم بکوشیم که به تک تک این پرسش ها تا اونجایی که در توان داریم پاسخ بدیم. بیگمان در آینده دیگرانی خواهند اومد که بهتر از اینها میتونن به این پرسش ها پاسخ بدند. این گونه است که این چرخ گردان میچرخه و به پیش میره. اما اگر در بین شما تازه شنونده های وجود دارند که بیگمان دارند که چه بسا برای نخستین بار به این برنامه گوش میکنند که شده 51مین برنامه، پسندیده است که به برنامه های شماره 1، شماره 21، ببخشید شماره 1، شماره 11، شماره 21، شماره 31 و شماره 41 گوش کنید، چرا که در اون برنامه ها در آغاز هر 10 برنامه بارها و بارها در مورد ساختار و شیوه کار این برنامه سخن گفته شده و دونستن اونها بیگمان به شما کمک خواهد کرد که بیشتر و بهتر در این چالش اجتماعی بتونید خودتون رو پیدا کنید. در برنامه 50مین برنامه اگر به یاد داشته باشید من 5 پرسش رو با دوستداران این برنامه در میون گذاشتم
و خواستار این شدم که شما به این 5 پرسش بیندیشید و اگر دوست دارید به اونها پاسخ بدید. خوشبختانه در این روزهایی که اومد و رفت، شماری از شما هم میهنان با من در پیوند بودید و کوشیدید چنین کنید. پسندیده میدونم که در اینجا اشاره داشته باشم به شماری از پاسخهایی که برای من اومده در پیوند با برنامه انسانی پویا. نخستین پرسش این که آیا درست هست، خوب هست که در این 10 برنامه هایی که تهیه میشه مردم هم باشند و بکوشند که به پرسش پاسخ بدند پیش از این که سخنی به میون بیاد؟ که همه شما که با من در پیوند بودید از این شیوه کار بسیار خرسندید و اون رو مفید میدونید و شراره‌ای میدونید که سبب میشه دوستداران این برنامه خودشون رو به اون آتش بزرگ برسونن و اون آتش بزرگ چیزی نیست جز مردم سالاری، اینکه مردم همیشه باشند و سخنشون هر چه هست، چه درست و چه نادرست، شنیده بشه بدون ارزشیابی. به گمان شماری از شما این کار در کنار اینکه نشانه مردم سالاری، نشانه دموکراسی هست، سبب میشه که شنونده وادار بشه به اندیشیدن و همه اندیشه های پراکندش رو در یک کانون گرد هم بیاره و اون رو به زبون بیاره، با دیگران تقسیم کنه. و خود همین کار، همین تمرین سبب میشه که من و شما پویاتر از گذشته بشیم، در سکوت فرو رفتن از من و شما پویایی به وجود نمیاره. پویایی در خیزش هست، در جنبش، در حرکت، در تمرین کردن، در تکاپو، در اونجاست که پویایی به وجود میاد، چه در گفتار و چه در کردار. از پرسش دوم بگذاریم به پرسش سوم برسیم. در پرسش سوم خواستیم بدونیم که آیا شیوه برنامه انسانی پویا خوب هست، درسته؟ که همه شما که با من در پیوند بودید شیوه رو پسندیدید و شماری از شما گفتید که هفته 1 ساعت زمان کوتاهی است برای این برنامه و زمانی که من از شما جویای این شدم که چرا، شنیدم که به گمان شماری از شما همیهنان جامعه ما چنان دچار آسیب و از همگسستگی هست و انسان ایرانی چنان درد میکشه که به هنگام شنیدن این 1 ساعت برنامه به خودش میاد، اما تا 1 هفته بگذره، پیش از اینکه 1 هفته بگذره، دوباره در درون درد کشیده خودش فرو میره. از این رو به گمان شماری از شما پسندیده است که زمان این برنامه بیشتر باشه. شماری از همیهنان پخش مستقیم این برنامه رو از اونجایی که در سر کار هستند نمیتونن گوش کنند و خواستار این هستند که این برنامه تکرارش هم پخش بشه در زمان دیگه‌ای و پیشنهادهایی که به سوی من اومده، یکیش معرفی کتاب هست که شمار زیادی از همیهنان به ویژه پس از شنیدن اون 10 برنامه پیشین پیرامون کتابخانی و کتابگریزی در جامعه ایرانی
از من خواستند که کتابهایی رو معرفی کنم که من تا اونجایی که در حوصله این برنامه باشه چنین خواهم کرد و کتابهایی رو که به گمان من خوندنش برای یک انسان ایرانی مفید هست با شما در میان خواهم گذاشت. اما هر آنچه شما در اون کتاب ها میخونید خیشتنکارش، مسئولش خود نویسنده ها هستند و نه من. و پیشنهادیه که هر روز بیشتر من میشنوم برگزاری سمینارها هست، چرا که به گمان شماری از همیهنان همون گونه که گفتم هفته یک ساعت برنامه کافی نیست و جامعه ایرانی بیش از اینها به این سخنها نیاز داره و سمینار میتونه کمک مفیدی باشه. از پرسش سوم به پرسش چهارم که بریم، که از خودمون پرسیدیم آیا خوبه که این برنامه جهانی تر بشه و چگونه میشه این برنامه رو جهانی تر کرد، شماری از همیهنان گمان کردند که نیت از جهانی تر شدن این هستش که ما به گرفتاری های مردمان دیگه هم بپردازیم، به ان ایران، به غیر ایرانیان، به مردمان دیگه. و باورشون بر این هست که ما دردهای ویژه جامعه خودمون رو داریم و با پرداختن به دردهای دیگران درد ما دوا نمیشه. که در این گفتار یک راستی و درستی هست، چرا که هر جامعه ای بر بنپایه ویژگی های اجتماعی فرهنگی خودش و با گذشته ویژه خودش دردهای خودش رو داره که درمانهاش هم بیگمان در درون دل اون جامعه پیدا میشه و نه در جای دیگری. گرچه آموختن آنچه که در گوش و کنار جهان هست بسیار مفید و آموزنده است، اما تنها نسخه برداری کردن و اون نسخه رو در جامعه دیگه پیاده کردن آموختیم، بسیار هم آموختیم که پاسخگو نیست هیچ، میتونه بسیار ویرانگر هم باشه. اما اگر برگردیم به همین پرسش، پدیده جهانی تر شدن، شمار دیگری از همیهنان گفتند که همین که برنامه ساز این برنامه با شنونده های این برنامه وارد گفت شنود میشه و دوستداران میتونن با من سخن بگن و احساس میکنن که شراکت دارن در این برنامه، خودش سبب جهانی تر شدن این برنامه میشه. و باز هم در اینجا پیشنهاد داده شد به دفعات که برگزاری سمینارها میتونه، برگزاری سخنرانی ها میتونه این برنامه رو، این گفتارها رو جهانی تر کنه. در پنجمین پرسش خواستیم بدونیم که آیا این برنامه مفید هست و اون رو مقایسه کردیم با کتابخانی و گفتیم که 50 ساعت برنامه انسانی پویا همانند 50 فصل کتاب میمونه. اگر یک کتاب هر بخشش 10 تا فصل داشته باشه، ما 5 بخش رو پشت سر گذاشتیم، 5 بخش 10 فصلی رو، بنابراین 50 فصل رو پشت سر گذاشتیم. همان گونه که میدونیم کتاب خونی مفید هست و میتونه زیان آور هم باشه، از خودمون پرسیدیم که آیا برنامه انسانی پویا مفیده یا زیان آور؟ که همگان زمانی که با من در پیوند بودند گفتند که بدون تردید این برنامه های انسانی پویا سازنده و مفیده و همین که با برنامه ساز این برنامه شنونده ها در پیوند هستن خودش نشون دهنده این سازندگی، این مفید بودن هست. شماری از همیهنان تنها از یک چیز نگران هستند
و اون این هستش که خود مردم، خود ما مردم باید بیش از اینها تکان بخوریم، باید بیش از اینها بدویم و خیزش ما بسیار کنده. باور بر این هستش که جامعه ایرانی، مردم ایرانی از دیدگاه این همیهنان داره کمکاری میکنه و این کمکاری داره به جامعهمون آسیب میزنه. اما اینکه آیا این برنامه مفید هست یا نه، میشه از خودمون برای نمونه بپرسیم آیا این 10 برنامه‌ای که ویژه کتابخونی و کتاب گریزی بود، آیا جاپای خودش رو در زندگی شنونده های این برنامه گذاشته یا خیر؟ میتونم تنها نمونه هایی بیارم و اون این هستش که در روزهای گذشته که اومدند و رفتند، شماری از دوستداران این برنامه با من در پیوند بودند، گفتند که این 10 برنامه در پیوند با کتابخوانی و کتاب گریزی سبب شد که این همیهنان کتاب بخرند و دارند کتاب میخونند. یک همیهن گرامی که به طور اتفاقی روز آدینه هفته گذشته من رو دید، به شوخی به من گفت که این 10 برنامه شما ویژه کتابخوانی و کتاب گریزی 1100 کرون به من زیان زده. بنابراین دوستی با انسانی پویا میتونه هم سودآور باشه هم زیان‌آور. و دیگر این که دوستانی گفتند که آغاز کردند چه چیزی رو، اینکه در اتوبوس یا قطار که میشینن به سر کار میرن یا بر میگردن یا به جای دیگه ای دارن کتاب میخونند. شماری از شنونده ها این رو گفتند و هوشیاری این که به جای اینکه انسان ایرانی 20 دقیقه ای رو که در قطار یا اتوبوس نشسته تا به جای دیگه ای بره، به جای اینکه از پنجره بیرون رو تماشا کنه و همون تصویرهای تکراری بیان و برن بیان و برن بیان و برن، اون 20 دقیقه رو میتونه مطلبی بخونه که به دردش بخوره. و حتی یک همیهن گرامی گفت که اکنون که چنین میکنه و این کار براش تازگی داره، به این میاندیشه که سوئدی ها که در کنارش میشینن در اتوبوس یا قطار چه فکر میکنن زمانی که این واژه ها رو میبینند که من دارم میخونم و اونها نمیفهمند، و اینکه این ایرانی ها که من رو میبینند و از روی کتاب میفهمند که من ایرانی هستم، آیا به خودشون میگن که نمردیم و دیدیم که یک انسان ایرانی در قطار و اتوبوس نشسته و داره کتاب میخونه؟ بنابراین پیداست که این برنامه ها میتونه مفید باشه در اندازه خودش و در جای خودش. اما پروانه بدید که به دومین پرسش که از کنارش گذشتیم برگردیم. این پرسش که چه پرسش هایی رو در این برنامه ها، در برنامه های انسانی پویا ما داشته باشیم. گفتیم که بی نهایت پرسش در این جهان هستش که من و شما میتونیم بهشون بپردازیم و چون تعداد زیاد هست باید اولویت ها رو در نظر گرفت. چه پرسش هایی مهمترین ها هستند در اکنون ما، در امروز ما، در پیاله اجتماعی ما؟ همیهنان گفتند که همه این پرسش هایی که به اونها پرداخته شد در این 50 برنامه گذشته مفید بوده و نشون دهنده اون هستش که روش بسیار کار شده، داره یک ظرافت ویژه‌ای هست که انسان رو به سوی خودش میکشونه. پیشنهاد داده شد که هر پرسشی بیشتر با زمانه ما نزدیک باشه. پیشنهاد دیگه این بود که برای نمونه چرا جامعه ایرانی درش اعتماد وجود نداره؟
میتونیم از خودمون بپرسیم آیا در جامعه ایرانی اعتماد وجود داره و اگه نداره چرا؟ انسان ایرانی به انسان ایرانی اعتماد میکنه در کلیتش؟ پیشنهاد دیگه این که ما چگونه باشیم که ایرانی باشیم؟ ایرانی بودن در چه چیزی دیده میشه؟ در چه چیزی حس میشه؟ که ما آنگونه باشیم و از آنگونه بودن خرسند باشیم. شماری از همیهنان از مرز انسان ایرانی بودن فراتر رفتن و انسان بودن رو مورد پرسش قرار دادند و اینکه برای نمونه انسان چگونه موجودی است، انسان چگونه موجودی است. در پیوند با این پرسش یکی از همیهنان از شاندل فرانسوی نام برد و نوشته زیبایی رو که به جا مونده از ایشون برای من خوند که پسندیده میدونم که این رو با شما در میون بذارم. این اندیشمند فرانسوی میگه دلی به عشق نیاز دارد و از عشق خالی است. صاحب دل را در پی گمشدهش میفرستد و تا آن را نیابد آرام نمیگیرد. بسیار زیبا. دل من و شما به عشق نیاز داره و از عشق خالیه. من و شما دلمون رو در پی گمشدمون در پی عشق میفرستیم و تا اون رو پیدا نکنیم آروم نمیگیریم. اما اون عشق آیا برای همه ما یکسانه و آیا راه رسیدن به اون یکسانه؟ این اندیشمند فرانسوی میگه نه. خدا، آزادی، دانش، هنر، زیبایی و دوست در بیابان طلب بر سر راهش منتظرند تا وی کوزه خالی و غبار گرفته خیش را از آب کدامین چشمه پر خواهد کرد. نه این راه برای همه ما یکیست و نه آن عشقی که ما در پیش هستیم تا دلمون رو دل خالیمون رو پر کنیم. هر کسی راهی رو میره تا به اون عشق برسه. بنابراین انسان بودن بسیار پیچیده است. نسخه نیست که بپیچیم همگان استفاده کنند و به عشق برسند. به این سادگی ها نیست. انسان موجودی است بسیار پیچیده. بنابراین مناسبه که به این پرسش هم پرداخته بشه که انسان چگونه موجودی است. در جای دیگه همیهن دیگه‌ای تا اندازه‌ای با این پرسش سر و کار داشت و گفت چه چیزهایی رو یک انسان باید داشته باشه تا او رو از جانور بودن جدا کنه. بین منی که انسان هستم و یک گوزن چه تفاوتی هست؟ انسان بودن در چه چیزی هست؟ شمار زیادی از همیهنان دوست دارن به این پرسش ها رسیدگی بشه، اما بسیاری از شما باز بر می گردید به اون انسان ایرانی و اینکه آیا ارزش های انسانی بین ما ایرانی ها کمتر شده و اگر شده چرا؟ چرا اون ارزش های انسانی رو در پیوند های اجتماعی خودمون نشون نمیدیم؟ اگر خرد نباشه ما گرفتاریم و مهر در ما ایرانی ها به چیز دیگه ای تبدیل شده. آیا این گونه نیست؟ آیا ما مهربون هستیم، فکر میکنیم مهربونیم؟ آیا واقعا مهربونیم یا چیز دیگه ای هستیم؟ هیچ چیزی در وجود بسیاری از ایرانی ها سر جای خودش نیست. یک همیهن در همین مورد نمونه آورد که ما ایرانی ها فکر میکنیم، گمان میکنیم، این پندار رو در وجود خودمون میبافیم که داریم ایثار میکنیم، داریم فداکاری میکنیم، اما در جای نادرست و به اندازه نادرست. در واقع کاری که داریم میکنیم اینه که داریم خودمون رو قربانی میکنیم، خودمون رو قربانی میکنیم، فکر میکنیم که فداکاریم، داریم ایثار میکنیم. پس بسیاری چیزها در جامعه ما سر جای خودشون نیستن. چرا این گونه است؟
این پرسش که بسیاری از شما دوست دارید بدونید چه انسانی روشن فکره، این زنجیرهایی که به دست و پای ما بسته شده ما چگونه اینا رو پاره کنیم که بشیم روشن فکر؟ آیا حافظ اگر در آفریقا به دنیا می آمد حافظ می شد؟ شرایط زندگی تا چه میزان در حافظ شدن حافظ نقش داشته؟ پرسش دیگه این که ملاک برنامه ساز این برنامه که من هستم برای کتاب خوب و بد چیه؟ به گمان شماری از شنونده ها برنامه انسانی پویا و سخنان من تیری هستن که به سمت یک سنگ پرتاب میشه، به سمت یک سنگ، و بهش که برخورد میکنه وارد اون سنگ نمیشه. چرا؟ برای اینکه بسیاری از ما ایرانی ها به باور این همیهنان وجودمون همانند یک سنگ شده و هیچ روزنه یا برای وارد شدن یک هوای تازه برای خودمون ممکن نکردیم. اگر ما خودمون روزنه ها رو، این روزنه های وجودمون رو باز نکنیم، برنامه انسانی پویا رو نمیفهمیم و چه بسا از شنیدن اون افسرده هم بشیم. چرا؟ برای اینکه برنامه انسانی پویا درست انگوش روی جاهایی از وجود ما میذاره که ما درد داریم و درد میکشیم و خودمون نمیدونیم. انسان ایرانی امروز انسانی هست که در هزاره گذشته پاهاش رو شکستند، به ناچار وارونه شده، با دستهاش داره حرکت میکنه، پاش در هواست، پاش دستاش رو زمین. از این رو بسیاری از چیزها و چه بسا همه چیز وارونه شده. برای همین هست که همیهن گرامی باورش به اینه که ما خودمون رو قربانی میکنیم، فکر میکنیم فداکاری کردیم، مهرخواهیم، فکر میکنیم مهربونیم و بسیاری چیزهای همانند این. و تا فکری به حال پای شکسته خودمون نکنیم، اون رو گچ نگیریم، تر و تازش نکنیم که دوباره رو پای خودمون بیستیم، جهان رو آنگونه که هست نمیتونیم ببینیم، خودمون رو هم در آینه آنگونه که هستیم نمیتونیم ببینیم. انسانی میبینیم وارونه، از این رو تعریف هامون در مورد خودمون وارونه است. وارونه اون چیزی که واقعیت داره. با گفتن همه این سخنان که چکیده‌ای بود از آنچه که شما در این روزها و هفته های گذشته با من در میون گذاشتید، شاید بیشتر و بهتر پی ببریم که برنامه مانند برنامه انسانی پویا نه به خاطر اینکه من اون رو درست میکنم، بلکه به خاطر خود سخنی که در برنامه گفته میشه برای یک جامعه مانند جامعه ایرانی بسیار تازه و مفید میتونه باشه. بیگمان خود شما هستید که در این مورد اراده میکنید که آیا این گونه هست یا نیست. و گذر زمان، با گذر زمان چیزهای خوب که فریبنده نیستند پاورجا میمانند و چیزهایی که چون فقط فریبنده هستند در کوتاه مدت دلربا، در دراز مدت به فراموشی سپرده میشن. این رو ما در هنر میبینیم. در هنر چیزهای فریبنده میان اما با سرعت هم میرن و فراموش میشن. چرا؟ چون کیفیتی که باید داشته باشن ندارن.
اما هنری که داره کیفیت هست چه بسا در آغاز کار فریبنده نیست، کسی نگاهی بهشون نمیندازه، اما در دراز مدت چنان جای بزرگی در جامعه انسانی باز میکنند که خودشون رو جاودانه میکنند با این کارشون. به هر روی برنامه انسانی پویا ادامه داره، در 10 برنامه دیگه از شماره 51 که این برنامه هست تا 60، تا روزی که شما بخواید، من بخوام و آقای ایرانی که به اراده این ایستگاه رادیویی این برنامه پخش میشه، هر سه باید خوشنود و خرسند باشند تا این برنامه بتونه ادامه پیدا بکنه. و شما که این برنامه ها رو شنیدید بیگمان به یاد میارید که در 50 برنامه گذشته به این پرسش ها پرداختیم که 1. چرا تولید دانش در جامعه ایرانی برابر با 0؟ 2. چرا جامعه ایرانی تا این اندازه در برابر فیل‌های صورتی آسیب پذیره؟ 3. انسان قارنشین در چه زمانی زندگی می‌کرده؟ 4. آیا شما در رویداد مشروطه در 100 سال پیش شرکت می‌کردید؟ 5. آیا جامعه ایرانی کتابخانه یا کتابگریز؟ چرا؟ و اکنون ششمین پرسش که ما در این 10 ساعت به اون می‌پردازیم از برنامه 51 تا برنامه شماره 60. پرسش این هست که آیا جامعه ایرانی پهلوان پرور هست یا پهلوان کش؟ چرا؟ تکرار میکنم، آیا جامعه ایرانی پهلوان پروره یا پهلوان کش؟ چرا؟ در اینجا واژه پهلوان به مفهوم این هست که انسانهایی در جامعه ایرانی وجود دارند که در یک راهی، در یک بخشی از جامعه توانایی دارند، میتونه هر چیزی باشه، توانایی ویژه‌ای دارند، چه بسا میتونیم بگیم که نابغه هستند، حتی نابغه. اگر از گذشته بخوایم نمونه بیاریم، حافظ در زمانه خودش نابغه جامعه ایران بود، فردوسی همینطور، مولوی همینطور و دیگران، دانشمندان، هنرمندان، سیاستمداران، ورزشکاران، همه و همه، همیشه در هر نسلی نابغه‌هایی میان و میرن. اگر ما اینها رو پهلوان نامگذاری کنیم، من از شما میپرسم و شما از مهر و خرد خودتون بپرسید، آیا جامعه ایرانی پهلوان پرور یا پهلوان کش؟ آیا ما پهلوانی در جامعهمون داریم؟ میبینیم که یک توانایی‌هایی داره که میتونه جامعه ما رو پیش ببره، پویاترش کنه؟ آیا ما اون پهلوان رو پرورشش میدیم یا میکشیمش؟ کدوم از این دوتا؟ در این مورد اندیشه کنید، با همدیگه سخن بگید، مطالعه کنید و پاسخ خودتون رو با من در میون بگذارید تا در این 10 برنامه به این مهم بپردازیم. چرا؟ چون اگر یک جامعه پهلوان کش هست، در واقع مفهومش اینه که تک تک شهروندانش دارن خودکشی میکنند، تک تک شهروندانش دارن خودکشی میکنند، تک تک شهروندانش دارن خودکشی میکنند. 10 سال در مورد پهلوانان ایران سخن خواهیم گفت. زمان من به پایان رسیده، تنها میخوام یادآوری کنم که در روز شنبه 25 آذر ماه 1385 برابر با 16 دسامبر 2006 انجمن کاروان اراده کرده که شب چله، جشن یلدا رو، شب یلدا رو به بزرگدار این جشن رو برگزار کنه، به پیشوازش بره در شمیران سابق از ساعت 16 تا پاسی از شب با آیین ویژه شب چله، شام، دستفشانی و پایکوبی و ویژگی های دیگه ای که جشن ایرانی در شب چله داره. برای نمونه کیکی
که به مناسبت تولد میترا اونجا پخش خواهد شد و چه بسا اگر همه بخوان میترا پاشو در اون سالون هم بگذره با مشعلهایی به دست. من در اونجا خواهم بود و دهش کوچکی خواهم کرد در پیوند با آیین ویژه شب چله. اگر دوست دارید در این جشن میهنی شرکت کنید که یک خیشتنکاری میهنی است، یک مسئولیت میهنی. برای آگاهی بیشتر با شماره تلفن انجمن 073-751-92-31 در پیوند باشید. 073-751-92-31. شادمان میشم شما رو، هممیهنان گرامی رو در اونجا ببینم و با هم گفت و شنودی مهرورزانه داشته باشیم. دلی به عشق نیاز دارد و از عشق خالی است، صاحب دل را در پی گم شدهش می فرستد و تا آن را نیابد آرام نمی گیرد. خدا، آزادی، دانش، هنر، وای و دوست در بیابان طلب بر سر راهش منتظرند تا وی کوزه خالی و غبار گرفته خیش را از آب کدامین چشمه پر خواهد کرد. با سپاس از اتاق فرمان و آقای ایرانی که من رو در بخش فنی یاری کردند، با سپاس از شما یاران دبستانی که با من در پیوند بودید و در این برنامه با من هم پیاله شدید. شماره پیوند با من پس از پایان برنامه 073-736-5773 هست. از بیرون از سوئد نخست شماره 46، سپس شماره 73 و سرانجام 736-57-73. نشانی من insan@bahman.se است. insan@bahman.se. پاسخهای خودتون رو برای من بفرستید. آیا جامعه ایرانی یک جامعه پهلوان پروره یا پهلوان کش؟ چرا؟ برای شما آرزو بهترین ها رو دارم و شما رو به مهر و خرد ایرانی خودتون میسپارم. با سپاس و بدرود.